this your list. This your list. Yo. امیدوارم حال همه خوب باشه، هر جا که هستید شاد و شنگول باشید مثل خودمون. برگشتیم یه قسمت جدید و تپ 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 تپ. و امروز در چه حالی؟ خوبی علیبی؟ خوبم، تو خوبی؟ من خیلی انرژی بالا دارم امروز. ایوه، انرژیم بالای بالاست. ایوه، من هم انرژیم بالاست. چی کارا کردی روز؟ پروتئین شیک خوردم، هم دیروز هم امروز صبح پروتئین شیک. این خیلی حال میده. ورزش کردی؟ ورزش؟ نه دیگه، پروتئین شیک خوردم. کافیه. اوکی. تو چی کار کردی دیروز علی بی؟ دیروز حوصله‌ام سر رفت. اوکی. و رفتم توی واتساپ. اوکی. یه گروه داریم با بچه‌ها. اوکی. همه یه رفیقای دارن که مثلا سالی یه بار دو بار اونا رو می‌بینیم. گفتم دیروز وقت واسه اونا بذارم. آره گفتی حالا کیا؟ وحید و جمال دیگه. و سعید؟ آفرین سعید. یه سال اینا رو ندیدم. خلاصه بعد اونا هم گفتم آره حاجی بریم بیرون یکم اشغال کنیم اینا، ولی من حواس چی کردم؟ کوبیده. دقیقاً. حواس کوبیده کردم، کجا فهمیدی؟ برفتیم گفتم اونا خیلی میدونی اونا خیلی چوسکیان، هی میخوام برم بالا شهر و جای شیک و پیک و اینا. من دوست داشتم یه کوبیده کثیف بزنم. گفتی کجا رفتی؟ حاج عباس. رفتیم حاج عباس. کجا میدونی اینا رو؟ دهیس مگه تو بودی؟ من حس میزنم اونجا بودی دیشب. ببین کوبیده رو خوردیم، همه چی عالی، سلام خیلی رسوندن. سلامت باشی. دیشب بگو کی بود، کی اومد یه تو؟ پدر صابر. باورت نمیشه. چی؟ پدر صابر اومد. از کجا میدونی اینا رو تو؟ همیشه اونجاست. ببین اونم آدم قاطیه دیگه، تو میشناسیش. اون قلدر. بعد یکی اونجا نشسته بود مثل که نمیدونم حرف پول و اینا شد. بلندش زد رو میز. دقیقاً. زد رو میز. مگه بودی تو اونجا؟ نه، من حس میزنم. باور نمیشه چی شد. من مثلا اینجا نشسته بودم، یه فاصله 1 متری بود دقیقاً. ببین همه که زد رو میز درجا میز شکن است. آفرین دقیقاً. کجا فهمیده؟ اصلا بعد یه زنه اونجا سریع زنگ زد به پلیس. آره زنگ زد به پلیس، ولی نمیدونی چی شد. اصلا پلیس نیومد. ولی پلیس نیومد. ببین دهن سرویس، من نمیفهمم چه یعنی چی، موضوع چیه؟ من شورتم چه رنگیه؟ سفید. صبحونه چی خورم؟ چه مربای؟ آلبالو. فردا من چی کارم؟ فردا من چی کارم؟ فردا میری بیلیار بازی میکنی با سر. اولین مسیج توی گوشی من کیه؟ دهن سرویس. برو بیرون. این جدی میگم برو بیرون دیگه. دارم ازت میترسم بخورم. من میرم. کاری نداری؟ برو. اون کاغذ مهمی هم که دومالش بودی کل صبح دومالش میگشتی اتاقت خوب. تو جیب عقبته اون پشت. سمت راست. نه. اینا دیگه اشتباه گفتی. اینجا گذاشتم. اگه گفتی الان برنامه چیه؟ من آماده کردم سورپرایزه. من حالا بدونی. یه کاری چیزی مایه دیس و لیسه. دیس و لیسه توضیح بده. یا دیس میکنی یا لیس میکنی یه موضوعی. خب یه موضوعی میکشم وسط. خب یه دقیقه وقت داریم که این موضوع رو دیس کنیم یا لیس کنیم. تو همزمان این کاغذ رو میدی بالا، درسته؟ دقیقاً. اینجوری یا اینجوری؟ آره همزمان. بعدشو میگیم لیس خوبشو میگیم. بعد میتونم عوض کنم هر هی وسط یه دقیقه عوض میکنی؟ آخر چی میشه؟ بیننده ها نمره بدن واسمون تو کامنت ها نمره. آخر سر وقتی که بازی تمام شد 1 تا 5. آره. به چی نمره میدن؟ چقدر خوب یا بد بودیم به عنوان فروشنده. آره اسپیچمون خوب یا بد بود. در واقع فروشنده خوبی باشی دیگه، چون یه چیزی رو بخوای بفروشی مثل یه سیاستمدار دیگه. آفرین. پس بچه‌ها کامنت کنید که کی برنده این بازیه. نابلتی و علیوی. برو بریم. حاضری نب؟ حاضرم. ممنوع کردن مواد. خب. چه کارتی انتخاب میکنم؟ دیس. یعنی در واقع باید بگم که اشتباه مواد رو ممنوع کنن؟ مواد ممنوع نکنن. اوکی. دیس. برو بریم.
سه دو یک برو. ببین کاملا کار اشتباهیه. اینکه مواد ممنوع میکنن، اولا که ببین جوانا میخوان حال کنن، میخوان عشق کنن. مواد باعث میشه که هنرمندا ببین کلی ایده بگیرن، کلی روشن بشن، الهام میگیرن. مواد باعث میشه که اجتماع همیشه هارمونی کامل خودشو داشته باشه. چرا؟ چون که قشر بالا پایین ایجاد میشه و خیلی خوبه این مواد جوانامون رو میکشه. همچین حرفی نیست. این کاملا اشتباه، این حرف کاملا اشتباه، این فکر کاملا اشتباه. مواد اتفاقا خیلی خوبه برای جوونا. هیچ میدونستی که موادای مختلف هستن که کلی ویتامین توش هست؟ آره میدونستی اینو واقعا؟ موادایی هست که این ویتامینای فوق العاده توشه. کوکائین ویتامینه. ببین کوکائین خودش هرائین. کوکائین یکی از موادیه که بیشترین ویتامین ای رو تو خودش داره. پولاشون از دست به همه پولاشون تموم میشه. اشتباه میکنی، اشتباه میکنی. ببین مواد هر چقدر هم گرون باشه باز ارزش خودشو داره. به نظر من مواد باید ارزون بشه، باید یه طوری باشه که در دسترس همه جوانای مملکتمون باشه مواد. خب ببین مواد که مطمئن باشه مطمئن باشه چیز خیلی بدیه. یعنی ببین مواد بدبختت میکنه. مواد چیزیه که باعث میشه زندگی تو از دست بدی، باعث میشه که پدر مادر تو نشناسی. ولی کلی ویتامین داره توش. نه همچنکی همچنان حرفیز داره. مواد خیلی بده، نکشید، نزنید، نکنید این کارو، خیلی بده براتون، زندگیتون خراب میکنه. آرتیست از مواد مصرف میکنه. آرتیست هایی که از مواد مصرف میکنن مطمئن باش خیلی 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 آرتیست های بدی هن. مواد این چیزیه که این حرفیه که آدمای اسکول میزنن، اینکه مواد الهام بد میده، همچین حرفی نیست برادر. مواد زندگی تو خراب میکنه، بهت قول میدم. مرسی نب، مرسی، خیلی ممنون، خیلی خوب بود. فروشنده خوبی بودم فکر کنم. بدک نبود. حاضری؟ من حاضرم. یه موضوع برات دارم علی بی. ممنوع کردن آرایش. دیس یا لیس، اوکی؟ خب، سورپرایز میاد الان. حاضری؟ ممنوع کردن آرایش. دیس. دیس؟ اوکی. وقتت 3 2 1. باید آرایش ما ممنوع کنیم. خب مخصوصا واسه خانوما. خب بابا آدم با دختره میره بیرون، خب ببین آدم یه دختره خوشش میاد باش چند تا دیت میره بیرون فلان اینا، بهش خواستگار مثلا میره خواستگاریش، خب عروسی میکنه، روز بعدش میبینه یکم باید راحت شد دیگه، آرایش استفاده نمیکنه، شبیه هیولا میشد یهو. میدونی چیه گناه ما؟ چیه میدونی؟ چرا ما رو گول میزنن؟ آرایش گول میزنه آدمو. البته گول خوردن گاهی وقتا تو زندگی لذت خودشو داره، میدونی؟ چون حقیقت تلخه. ما چرا همش دهنمون مزه تلخ داشته باشه؟ آرایش مثل یه شیرینی میمونه، یکم زبونتو شیرین کن. خوشگلی خوبه، باید خوشگلی رو بپسندیم، ولی به چه فایده که آخر سر ما رو بدبخت میکنن؟ میدونی میری دیسکو چراغ خاموش کن، آرایش اینا، واه چقدر خوبه، چقدر پلنگه، گول. حقیقت رو نشون بده. یعنی چی؟ آرایش یعنی دروغ. ولی اگه آرایش رو ممنوع بکنیم، باور کن 90% از همه مردا همجنس باز میشن. خب آیا ما همچین چیزی میخواییم تو اجتماع ما؟ نه بابا. پس آرایش رو ممنوع نکنیم که لذت ببریم از زیبایی. بابا این نمیشه دیگه. دختر بدون آرایش یعنی 50% رو بقاطی کرده. عالی بود، عالی بود. وقتت هم رفت. بت بت ساعت‌های شرط‌بندی. شرط‌بندی شرط‌بندی ساعت‌های شرط‌بندی و بت و اینا. حاضری؟ برو ببین. بت دیس. خب ببین شرط بندی سایت های شرط بندی کاملا کار اشتباهیه. خیلی بدبخت میکنه، زندگی خیلی ها رو بدبخت کرده. جوانای ما همه بدبخت دارن میشن با این کارا. چرا؟ چون که همه یه روزه مثلا میاد طرف کل زندگیشو میبازه، معتاد، اعتیاد آوره، قمار بازی، پولدار میشن. یه سری پولدار میشه برادر من. کسایی که صاحب سایت هستن پولدار میشن، کسایی که دارن بازی میکنن فقط و فقط میبازن. هیچ راه دیگه ای نیست جز با آخر این بازی فقط برده. لیست. یعنی تو فقط یه کافیه دوبار بازی کنی، مطمئن باش اگه بار اول باختی بار دوم میبری، خوبم میبری، پولدار میشی، بهت قول میدم پولدار میشی. هیچ وقت اعتماد به نفس تو از دست نده، بازی کن عزیزم، تو میتونی بازی کن. خیلی ها ماشین و خونه هاشون رو باختن. کی باخته؟ همچین حرفی نیست عزیزم. این حرفیه که همه در میارن، حرفاییه که در میارن برای خودت. مگه بت بازی میکنی؟ من عاشق بت بازی کردم. من همین الان کل زندگیمو فروختم بت بازی کردم. خیلی خوبه. فکر میکنی پولدار میشی؟ پولدار شدم. من بت بازی کردم، پولدار شدم. بهترین کاریه که میتونی بکنی. توصیه میکنم همه بچه‌هاتون رو به بت یاد بدیم. ولی بهتره واسه سرگرمی آدم با تمنا کنه.
آینده هیچی، همه چی بذار، دکترها چه میدونم هر چیز دیگه بذار کنار، بت به بچهاتون یاد بدین بت بازی کنن. راه موفقیت بته، راه موفقیت شرط‌بندیه، راه بدبختی شرط‌بندیه. هیچ راه هیچ چیز دیگه ای نیست. بدبخت میشی، باید قول میدم بدبخت میشی. تو من کسیش میشی که بدبخت شده. دوست خیلی صمیمی همه زندگیشو باخت، زندگیشو کامل از دست. این واقعا داستان واقعی که دارم میگم، همه زندگیشو باخت. ولی لیس، ولی باز خوشحاله. باز با هنوزم که هنوز خوشبخته. چرا؟ میگه خب به یه چیز خوبی باختم، یعنی حال کردم، باختم، آزادیشو کرد، آزادی حالشو کرد، بازیشو کرد. مرسی، نه مرسی، دمت گرم، دمت گرم، خیلی خوب بود. آره دمت گرم. این باحال بود، باحال بود. استرس این بازی هاجی، این داستان رفیقت خیلی باحال بود. نه ولی واقعی بود. چیه دست داد ولی خوشحاله. نه ولی بدبخته هنوز. خیلی مغزم داره خسته میشه. زدن بچه، زدن بچه. دیس یا لیس؟ حاضری؟ اوکی. بچه رو باید بزنی یا نه؟ اوکی. اوکی. البته که کار اشتباهیه. فکر نکنید که مثلا داریم ساپورت میکنیم همچین حرفایی، ولی این واسه فانه. حاضر؟ اوکی. خب بچگی ها فکر کنم خیلی همون کتک خوردیم، مخصوصا ما هایی که نمیدونم آرتیست شدیم. کتک نخوردی تو بابا؟ چرا؟ سیلیه رو خوردی چند بار ها؟ من که خیلی خوردم، ولی یادش بخیر. تو بیشتر. حاضری؟ 3 2 1 کتک زدن بچه. دیس. چه کاریه آخه؟ چرا ما دوست داریم بچه هامون با عقده، با نفرت، با خشونت بزرگ بشن؟ تو وقتی که بچه رو میزنی، اون بچه تنها عشق زندگیش پدر مادره. دیس. فکر نمی کنی عقده‌ای بشه؟ ولی تربیت شروعش با زدن بچه است. خب حرف خوش به درد نمیخوره. چند سالگی باید بزنیشون؟ باید بزنی. من بچه رو تو خیابون میبینم میزنم، ببین کمکشون میکنم، بزرگ میشن مرد میشن، با مرد بودن به زدن بزرگ میشن مرد میشن. ولی به چه فایده وقتی که از خودشون متنفر میشن؟ بعد فکر میکنه این همه نفرت که جمعشه توی دلشون لیست روی سر کله زنشون رو خالی میکنن. لیست. این خیلی خوبه. ولی خب این خیلی خوبه بابا، زنهای مملکت واقعا پررو شدن. بابا ازدواج میکنه میگه من غذا درست نمی کنم، دوست ندارم. تو زن رسیدی به بچه، بچه رو بچه هست. دیس. نباید بچه همونو بزنیم، چون دوست نداریم بزرگ بشن و کسای دیگر رو بزنن. این واقعا راه درستی نیست. ما صلح رو دوست داریم، یه اجتماعی میخواییم که همه دوستی و صلح رو داشته باشن توی زندگیشون. لیس. قاطی کردم. باید بچه رو بزنیم. باید بچه رو بابا اصلا بزن، تو ببین چه حالی میده. من چند بار توی هواپیما توی وقت رفت دهن سرویس. خیلی خوب بود. بچه ها کامنت کنید ببین بازی باحالی بود یا نه، و اینکه ولی بذار دوست دارم این بازی رو باز بکنیم. آره بعد یه سری ببخشید، نه بگو. آره بگو. دوست دارم این بازی رو دوباره بکنیم، مثلا با یه سری اسم بکنیم. نظرتون چیه؟ آره نظرتون چیه؟ آره دقیقاً. و اینکه شاید یه مهمون دعوت کنیم مثلا همین بازی رو باش بکنیم. دقیقاً. ببینیم چقدر فروشنده و سیاستمدار خوبیه. آره. چرا؟ چون سیاستمدار همیشه باید بلد باشه دروغ بگه. بازیگر خوبی هم بازیگر باشه. ببین بازیگر و سیاستمدار به نظر همونه. و زیر تو کامنت به ما نمره بدید از 1 تا 5. از 1 تا 5 نبیلتی چقدر خوب فروشنده بود، از 1 تا 5 من چقدر. برو بریم. نه دمت گرم. دمت گرم. مرسی که اومدی. مرسی که اومدی. خیلی جنتلمنی. آره دیگه. نه دمت گرم. دمت گرم علی بی. مرسی که اومدی. مرسی که اومدی. This your list. This your list.